چون همه ما ها تجربه درد رو داریم، یعنی که تو اکثر لحظاتی که درد میکشیم، مثلا من لحظه عمل جراحی مجبور بودم ثابت بمونم، اون قسمتی که خیلی خیلی موقع درد، موقع شکنجه، موقع عذاب جسمانی تکونش میدیم پاره. اما ما کی بروز درد رو انجام میدیم؟ کی درد به نمایش در میاد توی انسان؟ وقتی یعنی بیشتر میشه این تظاهر درد، بیشتر میشه وقتی که یه ناظر بیرونی وجود داشته باشه، وقتی یه چشمی که یه چشمی اینجا بسش گذاشتن به نمال چشمای انسان جلوش کنی تکون میخوره، یعنی آدم بزرگ و هزاران آدم اظهار درد میکنه، ارتباط تکون خوردن این پاها و این چشمی با مایی که مخاطبی نمایش و گروه تا زبی داره. اون چیزایی که بزنی فکر نماد ارتباط اعصاب دردن با مغز، یعنی ستون فقرات، اعصاب دردی که تو همه بدن هستن و قسمت هایی که نمایش درد رو وقتی تماشاشون میکنه میبینیم، مثل دل روده ای که آویزونه. یکم هم نوازه با خشنه، البته انقدر انتظاری نمایش داده شده این حالا که فکره میشه ازش گذشته، ده هزاران ستون فقراتی که مربوط به هزاران بودن. اما یه اتفاق افتاده، میخوای بریم طبقه پایین؟ بریم طبقه پایین. اما اینجا نمایش رو بروز و ظهور کردیم تو لایه های بالایی یک اتفاق، اما همینجور که پایین میریم به لایه های پایینتر ذهن آدم وارد میشه. بیا پایین. و این انتخاب که اونجایی که قرار درد نمایش داده بشه تو طبقه بالاست و اونجایی که قرار درد سنجیده بشه مقدارش تو طبقه پایینه، انتخاب خوب و درست. ما اینجا ادامه همون ستون فقرات رو ببینیم که منتقی میشه به همین دستگاه ها. و اینجا دستگاه رو ببینیم که وقتی اون بالا ستون رو پاها رو نتکا میخورن، اینه چیزی که دستگاه امیر وجود نداره که ببینیم چون اون ستون رو بشته حالا این اتفاق کنید، فقط باید یه چیزی که چشم ما دیگه نیست سنجی نمیدونه یه چیزی هست اونجا که خیلی ماشه هست، اما نمیتونه تشخیص بده که چه میتونه. و همه یه وسایل اطراف بخاطر همینه که وقتی به یه آدمی که سکته مغزی کرده و مغزش در حال از کار افتادنه میگن مثلا از یک تا ده بهش برد گم میشه، میدونه از یک تا ده شما بردن چیه اما نمیتونه از یک تا ده بهش برد. اتفاقی که داریم آدم توی ناخودآگاه خودش اونجایی که ما ایستاده یک طبقه دو طبقه عمیق‌تر، یک طبقه دو طبقه عمیق‌تر میدونه که این تصویر تصویری دسته، این تصویر ممکنه تصویر هر چیزی باشه اما نمیتونیم تشخیص بدیم. میتونیم تشخیص بدیم این تصویر یه آدمه که نشسته رو صندلی، اما نمیتونیم بفهمیم دستش کجاست، پاش کجاست. آدمی که توی ناخودآگاه خودش، توی مغز خودش دچار مشکل شده، دقیقاً دنیاش، جهانش میشه
یه جوان یخ زده و نمفهوم. از یه بچه دیگه هم میشه بینا نگاه کرد، اون هم با تستی داریم توی روانکاوی به اسم تست روشاخ، تصاوی جوهرهایی که معمولا به صورت قرینه روی کاغذ میکنه شده و آدم ها با نگاه کردن به اونها اولین چیزی رو که حدس میزنن بیان میکنن، مثلا تصویر سیل، یک پروانه، یک فنجان، یک کلاه یا هر چیز دیگه چیزی رو وجود داره توی ذهن آدمی که دچار مشکل شده. هر بیماری رو دنیای اطرافش دقیقا شبیه یک تصویر از اون ساختار روشناخ، میدونه که این چیه اما نمیتونه دقیق بگه چیه. او دنیای و دنیای ذهنی سایکوپت که تمام دنیا رو همین شکل میبینه، شبیه همون تصاویر روشن. یک جا ما توی روانکاوی میایم تصویر روشاخ رو به بیمار، به کسی که سایکوپاتی یا هر شکلی نشون میدیم تا از طریق اون به دنیاش پی ببریم. بعضی وقتا خود بیمار سایکوپات دنیا رو به شکل تصویر روشاخ میبینه و ما اینجا و هنرمند هم از اینجا داره دنیای ذهنی و انتظاری یک بیمار رو تماشا می‌کنه.